هر شماره پیرهن یه چالش فوتبالی. بهترین بازیکن فوتبال از شماره 1 تا 99 آوردیم توی گردونه. هر بازیکنی از این گردونه بیرون میاد. مثل لاپورت طبق شمارهش از اون فاصله باید گل بزنه، یعنی لاپورت اگه شمارهش 14 باید از 14 متری دروازه از این 10 مدل روش گل زنی یک روش رو انتخاب بکنیم و با لاپورت از 14 متری دروازه گل بزنیم. فقط 5 تا فرصت داریم تا بتونیم چالشی که به هر بازیکن میافته رو انجام بدیم و اگر 3 تا پشت سر هم خراب بکنیم چالش همونجا به اسم ما میرسه. امتیاز بازیکنایی که چالش رو درست انجام بدن روی هم جمع میشه و اگر به 200 امتیاز برسه برنده میشیم، در غیر این صورت مجازات میشیم و 200 دراز نشست انجام میدیم. سلام و درود به دوباره شما. اولین بازیکن کسی نیست جز نه کورتوا. پس یعنی باید از فاصله 1 متری دروازه گل به ثمر برسونیم. از بین 10 تا مدلی که وجود داره واسه کورتوا پاس گل رو انتخاب میکنم. برو آقا، چالش شروع شده. همینطوری که میبینید مقابل بارسلونا باید کورتوا پاس گل بده و فقط 5 تا جون داریم. اونجا کورتوا حرکت کرده رو به جلو، پاس کورتوا رسید، اونجا پاسو گرفتش، حرکت میده بازیکن دیگر رو، آقای آسنسیو میره همون اول تموم میکنه کارو. کاری نداره واسه ما. 1 متر یک امتیاز برای مهدی خان ثبت شد. گردونه رو میچرخونیم ببینیم سراغ بازیکن دوم، ببینیم که این بازیکن هم میتونه پشت سر بذاریم چالش رو باهاش جونا، ولی اینکه دیگه پاس گل نداریم. وینیسیوس جونیور، یعنی از فاصله 20 متری دروازه برای وینیسیوس کاشتر رو انتخاب میکنم. از 20 متری دروازه همونجوری که مشاهده میکنید سمت بالا میخوایم ضربه کاشتر بزنیم با وینیسیوس جونیور. 5 تا جون داریم. اولین ضربه وینیسیوس جونیور فکر کنم رفتش توی اوت، توی دروازه. باخت نمیده مهدی خان. امتیازمون اضافه شد و امتیازمون شد 21 امتیاز. میریم سراغ بازیکن سوم تا ببینیم که این بازیکن میتونیم در اولین فرصت انجامش بدیم یا اینکه نه شکست میخوریم. بابا ویل کن دور خود عدد بالا ها رو بده. کارلوس من میخوام چیکار؟ برای روبرت کارلوس چی پو انتخاب میکنم؟ خیلی خوب، من روبرت کارلوس انتخاب کردم. همینطور که میبینید روبرت کارلوس داره میره جلو. توپ لو نره خودت باید بری. برو کنار گلیت. وای لو نده شو، یه دونه شانس هم رفت. وای به من نده خواهش کنم. آها روبرت کارلوس حرکت بونه در عمق دفاعی حریف، رفت واسه چیپ زدن. یا علی چیپ رو بنواز. حالا الان یه سوال دیگه، چرا حساس بازی کنم اول رالی افتاده؟ آقا ما 3 متری باید گل بزنیم، 3 متری در واسه هم اصلا اینجا ما واسه چی لو بازیم؟ من نمیفهمم. بده من وای توپ لو دادم. نده به من نده. بده پاس میرسه به دیو چیز روبرت کارلوس. وای نه، رئال وینیسیوس اینا از اینا بهتر بازی میکنه. توپ رو پاس میده روبرتو کارلوس، حرکت میکنه رو به جلو آقای زیدان. بابا نگرش دار دیگه تو هم. برو روبرتو. گن زدیم و اگر بعدی رو خراب بکنم 5 امتیاز کم میشه. بار دیگه گردانم چرا اون تماس کنه بعدی پیدا باشه. تو رو خدا سانچز خوبه. ایول با سانچز گزینه هر گلی رو میرم. سانچز در بیاری کارو قشنگ 90 امتیاز شدیم. از 70 متری میخوام کارو شروع کنیم با الکسی سانچز و گفتم هر گلی با الکسی سانچز از 70 متری. از حرکت شروع میکنه الکسی سانچز، پاسو میده رو به جلو. الان الکسی سانچز اگر که اینجا پاسو بیاد بگیره بده تمام کارتون. بار دیگر از عقب‌تر از 70 متری سانچز شروع میکنه کار. 4 تا جون داریم، میتونیم که این جونا رو حفظشون بکنیم و نداریم که اینا الکی جونای ما رو بگیرن. سانچز پاسش میده حرکت میکنه رو به جلو، بالاکس سانچز بعد پاسکاری بکنه. سانچز دبل داخل میادش. سانچز نگار راجی تو برو، هنوزم بعد خراب شد. 70 متری بار دیگر سانچز شروع میکنه کار خودشو. پاس من بزنش. و باز نیمار میگه الکسیس سانچز از عقب‌تر از 70 متری داره کار خودش شروع میکنه. همین چهره الکسیس سانچز هر گلی رو سو ثمر برسونه اوکیه. پاس رو سر سانچز رو حرکت خودش انجام میده. الکسیس سانچز نفهمه بی شعور بود. من الکسیس سانچز دریب میخواد بکنه، امباپه رو دریب زیما میزنه، امباپه رو کارو شروع میکنه. بار دیگر امباپه داره سمتش نفوذ میکنه و مسی هم داره میاد میبره به سمت گوشه ها. یا اول بس دو نفر داریم میان دنبالمون. وای دو نفر دارن میان دنبال. نه این موپه ول کرد، تو ول نمی کنی. یا عبد فز الکسیس سانچز حرکت زیباش، اونجا براتی جلوشه نمیتونه بره. یا حضرت عباس، یا عبد فز، یا علی مدد. الکسیس سانچز حرکتش، کات سانچز تمام کل کارو. مارکلا و امتیازمون رو از 21 به 91 میرسونیم. میریم سراغ بازیکن بعدی تا ببینیم که الان که تقریبا نصف چالش رو انجام دادیم میتونیم به صورت راحت و خیلی آسون تمام بکنیم چالش یا نه. رونالدو خواهش کنم. مرسی. برای رونالدو هد رو انتخاب میکنم. کریستیانو رونالدو بازی رو شروع میکنم. چوری که مشاهده میکنید داره به سمت جلو میشه تا بعد. اون سمت کریستیانو رونالدو. برو تو رونالدو. رونالدو به سمت جلو حرکت میکنه. کریستیان ال رونالدو. سانتوس رونالدو. هد رونالدو زده نمیشه. با سمت چپ رونالدو هنوز نیامده داخل. رونالدو. سانت برای رونالدو. هد رونالدو نزد. پس این سمت رونالدو رو اونجا داریم. رونالدو هد رو بزن گلش کن.
بزن گلش کن تمام کنه کارو کریستیانو رونالدو حالا از 91 امتیاز به 98 امتیاز میرسیم میریم سراغ بازیکن بعدی و تا اینجای کار 4 تا چالش درسیم درست انجام بدیم برو خدا یه شماره بالا بنداز مسی باشه حالا کار شروع شد با مسی باید از 30 متری دروازه گل بزنیم با همین چرلی رو مسی داره مشاهده میکنید باید در این بازی آردو گل بزنیم مسی اولین آردو گل میشه یا نه بیرون براتی پاس به لیونل مسی همچنان توپ رو نگه داشت لیونل مسی با چند نفر دیگه بزنه یا اول فاز رفاسه آردوی بعدی مسی آردوی بعدی مسی گل نشد اول فاز بود و تو نیومدن مسی اول فاز نشد اول فاز مسی بیا بریم ببینم ببین فرمول کار رو من فکر کنم به دست آوردم اینا باید گم شن اول جلو بعد مسی بیاد عقب مسی از روی این خط بتونه گل بزنه عالی میشه یه جون دارم یه دربل اول میزنم اونجا مسی یه دربل دیگه میزنم اونجا بر کلا یه سر تو یه دربل تاچ اونجا میزنه دربل بعدی این مثلا اینکه ولکن ماجرا نیست دربل دیگه اشو میخوره متاسفانه این چالش انجام نشد خیلی سخته میرم سراغ بازیکن بعدی دوره گردان رو میچرخیم اگر که نتونیم این بازیکن رو انجام بدیم 5 امتیاز ازمون کم میشه تو رو خدا نونیز نیافته واو نونیز 27 با نونیز والی میزنم میبینی که نونیز از 27 متری دروازه منسیتی میتونه دروازشون رو باز بکنه یا نه بس برای نونیز زر میگه ووش خاک تو سرت کنم فقط بلد مویس کنه یعنی اینو باید یه ما قشنگ محروم کنن از فوتبال بازی کردن ووش بس به نونیز میکنیم واسه اش نونیز بس خالا بیا بیرون دیگه حالا من 800 نفر رو صدا کردم فهمیدم بزن تیکه برکلا حرام چه گلی زدم داش خدایی گلو حال کن از کجا زدم شوترو و به امتیاز 125 میرسیم فقط 75 امتیاز واش میریم سراغ بازیکن بعدی تا ببینیم که بازیکن بعدی چه کسی هست که ما رو به امتیاز 200 برسونه دیبالا خوبه 21 قدمی دروازه ببین دروازه رو باز کردم مطمئن باش با دیبالا آردو میزنم پاولو دیبالا حرکت زیبا چون اونجا هم دیده بتا چون اونجا میزنه پاولو دیبالا اولین دم خدا دیبالا توپ رو گرفته اونجا حرکت میکنه به سمت جلو باید بره گلش رو به ثمر برسونه کار ناتمام مسی رو تمام بکنه آقای دیبالا بزن گلش کن تمام میکنه کارو بارکلا حالا به 125 امتیازمون 21 اضافه میشه و به امتیاز 146 میرسیم دوباره میگم گردانم میچرخونیم فقط امیدوارم که یه اتلت کامل 70 90 لوکاکو اینا در بیاد واسم آره بی چون من میخوام چیکار کنم آخه باهاش 12 متری خوبه برو بریم گل زدن با پای غیر تخصصی انتخاب میکنم بیا ببینم بیا چیز آسونی افتاده برام بیا اینجا ببینم پای راستی ریبیچ پس بنابراین ما باید پای چپش گل بزنیم حرکت ریبیچ میچرخه اولین شوتش میخواد بزنه میزنه ضربهشو گل نشد ریبیچ وو گم شو ببینم گم شو بزن بابا گم شو بهمون کن مسخره کردی ما رو او حضرت عباس یا اول فاز بزن ریبیچ گلش کن بارکلا تمام میکنه ریبیچ کارو بله به این ترتیب امتیازمون از 146 12 تا میره بالا و به 158 میرسه رفتیم واسه اینکه بازیکن رو بچرخونیم تو رو خدای رومل و لوکاکو 77 یکی رو بنداز که ما ای بر اون پدرت دیبروینه ما دیبروینه چه قدرتی بکنیم آخه با دیبروینه چیپ میزنم یعنی دقیقاً از همین جا باز به دیبروینه چیپش در میاره باورم نمیشه او اول فاز یا علی مدد بزن دیگه چیپو واگه داریم بابا این یارو بسته قشنگ رو نخوردن برو گم شو تموم شد بالاخره زدمش امتیازمون از 158 به اضافه 17 میشه و به 175 میرسیم میریم سراغ بازیکن بعدی انشالله که یه دونه 25 چیزی بده خدا وکیلی دوناروما رو من چی کار کنم الان فقط دریبل و بیرون پا مونده جا علی برو بریم تو کارش یعنی دقیقا از همین جا باید کارا با دوناروما شروع کنی و اگر که بتونیم این چالش رو انجام بدیم به 274 میرسیم و چالش تکمیل میشه و اگه نتونیم باید مجازات بشیم 99 متری کار دوناروما شروع میکنه علی بریم از ببین از گوشه باید بریم نیا بگی دیگه من الان چجوری با دوناروما از اینجا بیام به تو گول بزنم آخه برو گوشه تا نگرفته ازت اول فاز خیلی سخته خدایی دوناروما برو عقب ببینم بار دیگر کار شروع میشه یه دریبل اونجا زد دوناروما ببین نیا دیگه خواهشا نیا این مسخره بازی دیگه خدایی دنبال تو میای اول فاز او حضرت عباس گوشه ها برو نگیرن اوه تو اومدن حالا مشکله زد این به نظرم الان بهترین فرصت برای ضد حمله برو دوناروما بودو شل کن پدر سگ داره میاد تو پام دو حضرت عباس یا علی مدد گلچه
توی دروازه تمام میکنه کار. خدای اومد تو پام قشنگ دیگه. بعد نگی نمیدونم فلان داداش دبل تایی زدم رفتم جلو دیگه. چیکارش کنم مثلا؟ 99 تا امتیاز به امتیاز فعلیمون اضافه میشه و به امتیاز 274 میرسیم و رکورد رو زدیم. امیدوارم کسی ویدیو لذت ببره روش. اگه ویدیو لذت بردید حتما لایک و سابسکرایب بشه. این تو فراموش نشه. 4 ساعت شد تو برنامه اومد. خدا نگهدار.